الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوستاني عزيز قصة هاي الشرين ما هم إذا إدامة دارا أز قوشي از بيانبري بزرق بزرگوار مردم مدينة وقتی که ایمان میارند آنقدر پیانبر بزرگوال اسلامه دوست دارند که هیچ کاری را نییبارند که خود پیغامبر انجام بته در صحیح البخاری حدیث شریف است میگه که سه چیز از شیرینی ایمان است در کسی که باشه یکی شمیس که ان یکون الله و رسوله احبو الیه مما سواهما الله و رسول از همه چیز که باید زیادتر دوست بداریم اگر ما جان خود از الله و رسول زیادتر دوست داشتیم شیرینی و مزه ایمان در ما نیست الله و رسول خداوند و رسولش بالاتر از همه چیز مقدمتر باشه باز دری این شیرینی ایمان است دویومش شمیست که هر کسی را که دوست میداری باید برای خدا دوست بداری دوستی بر روی مطلب بروی غرض دنیا نباشد دوستی صرف به ای باشه که الله هست تو راضی باشه خداوند هست و راضی شوه و ای دوستت هم بدون مطلب دوست بداری و هر کسی را که بدون مقصد و مطلب دوست داشتی او دوستی دوامدار و باقی میمانه اما کسی را که به خاطر غرض و به خاطر متای دنیا و به خاطر بعضی مقصدهای دیگه که کار سرش انجام بده دوست داشته باشه و او دوستی زود زائل میشه و از بین میره خادم النبی یسلم عن انس رضی الله عنه حدیث است گفتم مردم مدینه پیامبر علیه السلام دوست داره قال کان غلام یهودی یختم نبی یک بچی یهودی بود در خدمت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرار گرفته بود فمر دفاته النبی مریض پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آمد او مریض پرسی میکد اعادتش میکد فقط فقعد ان دراسه در بالای سر مریض پیغمبر بزرور میشینه فقال له اسلم بر یهودی مگه اسلام بیا فر نظر ال ابی ای بچه با طرفی پدرش سایل میکنه که آیا پدر ما اجازه میده که بعد اینی پیامبر اسلام بیارم و هو عنده و پدرش هم در هم پیامبر علیه السلام هست و هم پدر امی غلام فقال له اتی ابو القاسم پدرش چی میگه؟ اطاعت و پیروی بکه از ابو القاسم از ابو مع... إن این از محمد از رسول خدا که لقبشان ابو القاسم اطاعت بکه فاسلمه

خادم یهودی خدا میگه اسلام بیار که تو از آتش دوزخ نجات بیافی و اسلام به خاطر اینمی آمده مردم دعوت میکنه به دین یکتا به دین حق به دینی که عبادت خدا در او دین جایز است نه عبادت غیر خدا تا ای که مردم از آتش دوزخ در روز قیامت در امن و امان باشه ببینن به با این چقدر دشمنی ها این از دور مکه تا به حال عزیر دنیا با کل قدرت و قوتش با این جنگ میکنه و مانی میشوه که کسی نگوه لا اله الا الله محمد رسول الله قصه بعدی ما بناء البیوت النبی صلی الله علیه و سلم آباد کردن خانه های پیامبر پیامبر علیه السلام در مدینه منوره مسجد ساخته درست حالا جایی بری سکون و خوابگاه خودش هم ضرورت داره چون دنیا در زندگی دنیا ما برای زندگی که در دنیا چه قسم زندگی کنیم به خانه به انجینر به نجار به چیزها ضرورت می داشته باشیم چرا همه زندگی ما اگر اندک کم کاست باشه ما باز در عبادت خود کوتاهی میکنیم ما خانه نمیتونیم که در سر سرک و در میدان ها بشینیم پیامبر بزرگوار اسلام ببینن که چه قسم خانه ها را بنا میکنه میگه بعد ابناء البیوت النبی بجوار مسجد شریف در پلوی مسجد نبوی خانه پیامبر ساخته میشه و یا لها من بیوت شي خان انها حجرة صغيرة وبيوتنا متواضعة متواضع خانه بسر خورد خورد ما شاء أما خان بسر متوازي وروشن تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه حذرة عائشة رضي الله عنه مادر مسلمان ها مي فرمايات كنت أنا بين يدي رسول الله ما بيش روحي بيانبر بزرگوار إسلام بدم ورجلي في قبلته وپايمة در طرف قبلاي قبلة پیامبر بود فإذا سجد غمزني وقت كي سجد میکرد دور میکرد فقبست رجلي فاس باي خدا جم فإذا قام وقت كي استاد ضراز بسطوها دراز میکردم والبيوت يومئذ ليس فيها مصباح و در او زمان در خانه ها حتی شیطان چراغ یا چراغ وجود نداشته امروز ببینید ما چه خانه های مفشنی داریم چه خانه هایی داریم که از بهترین موادی ساختمانی ساخته شده اما این خانه های ما به خیر و به برکت است در خانه های پیامبر با وجود که خانه های بساخ کرد و ریزه بودن خیر و برکت است پیامبر علیه السلام و سلام حضرت عایشه روایت میکنه در حدیث که شبها بیداری میکردن غیر از نماز مفروضه میخستن نمازهای تعجد میخواندن حتی خانه میخواد هم بیدار نمیکردن که میگه که ما پای دراز میکردم وقتی که سجده میکرد پای خدا جمع میکردم وقتی که میخید با پای خدا پس دراز میکردم در بخاطر خانه های ما بسیار خورد بود و در خانه در وقت میگه چراغ هم نبود حالا ما دیگه به نماز صبح به بسیار مشکل میخوادیم خانه های پیامبر خانه نور و هدایت و متوازی گپ دیگر یادم آمد که میگه من تواضع الله رفعه الله هر کسی که هر عالمی که هر دانشمندی که هر انسانی توازوش به خاطر خدا بود یعنی در مقابل خدا گردن فرازی نکرد خودنمایی نکد خود خداوند را بلند میکنه امروز بساری از علما و شخصیت های ما را میبینه که کمه که علم ها یاد میگیرن بعد از او با کبر و, بغرور و با غرور و به تکبر را میگردن شعر میگه تکبر از ازازل را خار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد دوستان عزیز تکبر در دین ما اصلا جایی نداره الکبریا و ردائی کبریا ردای پروردگارتان است ما انسان های خاکی هستیم باید ما متواضع باشیم ما باید سیرت و کردار پیامبر علیه الصلاه و السلام سرمشق زندگی خود بگردانیم قصه های ما همچنان ادامه داره ان شاء بعد در برنامه بعدی با شما دوستان حضور خواهیم یافت و الله توفیق